الا ای مادر امین و خستم، الا ای مادر پهلو شکستم، مرو ای مادر، مرو ای مادر، جبرئیل آمده و نوحه گر از خزانه یاست، گشت ماتم زده و خون جگر از خزانه یاست، رنج بی مادری زینب و عشق حسن میدهد بر همه عالم خبر از خزانه یا الا ای مادر امین و خستم، الا ای مادر پهلو شکستم، مرو ای مادر، مرو ای مادر، مرو ای مادر، مرو بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر فاطمه دختر رسول خدا، سلام بر مهدی منتقم خون فاطمه و سلام بر شما محبین حضرت زهرا. از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت شده که حضرت فرمودند روزی از روزها پدرم رسول خدا به خانه من وارد شد. سلام بر توی فاطمه. حضرت زهرا جواب سلام پدر را اینگونه دادند و سلام بر شما ای پدر جان. ضعفی شدید در بدن خود احساس می کنم. اینجا حضرت صدیقه طاهره احوال پدر را جویا می شوند و می فرمایند پدر جان شما را از ضعف به خدا پناه می دهم. ای فاطمه، آن عبای یمنی را برای من بیاور و مرا به آن بپوشان. بانو فاطمه زهرا آن عبای یمنی را برای پیامبر آوردند و پیامبر عبا را روی خود کشیدند. از حضرت زهرا روایت شده که فرمودند با وجود ضعف شدید صورت پدرم مثل ماه شب 14 می درخشید. هنوز ساعتی نگذشته بود که امام حسن هم به خانه آمد و به مادر سلام کرد. سلام بر تو ای مادر جان. و بانو حضرت زهرا مثل همیشه جواب سلام فرزند را به گرمی داد و فرمود و سلام بر تو ای نور دیده و میوه دلم. مادر جان، من بوی خوشی نزد شما میابم، گویی بوی جدم رسول خداست. چون پیامبر هنوز زیر عبا نشسته بودند حضرت زهرا فرمودند آری فرزندم، جدت پیامبر زیر عبا نشسته. سلام بر تو جد بزرگوار ای رسول خدا، آیا اجازه می دهی با شما زیر عبا درآیم؟
و سلام بر تو ای فرزند من و صاحب حوض من، به تو اجازه دادم. بعد از اینکه امام حسن به همراه پیامبر زیر عبا رفتند، ساعتی بعد امام حسین به خانه بازگشت و به مادر سلام کرد. سلام بر تو ای مادر جان. حضرت زهرا مثل همیشه مهربانانه جواب فرزند را داد و فرمود و سلام بر تو ای نور دیده و میوه دلم. مادر جان، من بوی خوشی نزد شما میابم، گویی بوی جدم رسول خداست. بانو فاطمه زهرا این بار هم به عبا و پیامبر اشاره کردند و فرمودند آری فرزندم، جدت رسول خدا و برادرت امام حسن زیر عبا هستند. سلام بر تو ای جد بزرگوار. سلام بر تو ای کسی که خدا او را برگزیده است. آیا اجازه می دهید با شما دو نفر در زیر این عبا باشم؟ و سلام بر تو ای فرزند من و ای شفیع امت من، به تو اجازه دادم. اکنون دو سید جوان اهل بهشت به همراه پیامبر زیر عبا هستند. حضرت زهرا طبق معمول به امور خانه مشغول بود که مولا علی علیه السلام به خانه وارد شد و به همسر سلام کرد. سلام بر تو ای فاطمه، ای دختر رسول خدا. و حضرت زهرا این گونه جواب همسر را دادند و سلام بر تو یا امیرالمؤمنین. ای فاطمه، من بوی خوشی نزد تو میابم، گویی بوی برادر و پسر عمویم رسول خداست. صدیقه طاهره جواب دادند آری، پدرم رسول خدا به همراه دو فرزندت حسن و حسین زیر عبا هستند. سلام بر تو ای رسول خدا، آیا اجازه می دهی که با شما در زیر این عبا باشم؟ سلام بر تو ای برادر و وصی و جانشین من و صاحب پرچم من، آری به تو اجازه دادم. حال که جمع خوبان جمع است و مولا علی علیه السلام به همراه دو فرزندشان و پیامبر خدا زیر عبا نشسته اند، بانو فاطمه زهرا نزد پدر می رود و کسب اجازه می کند تا زیر عبا وارد شود. پیامبر نیز به بانو اجازه می دهند. زمانی که پنج نور مقدس زیر عبا جمع شدند، رسول خدا دست به دعا برداشت و برای این پنج تن دعا کرد. خداوندا، اینان اهل بیت و خاصان منند، گوشتشان از گوشت من و خونشان از خون من است. آنچه آنان را به درد آورد مرا به درد می آورد و آنچه آنان را اندوهگین کند مرا اندوهگین می کند. من در جنگم با کسی که با آنان بجنگد و در صلح و صفایم با کسی که با آنان صلح و صفا کند. دشمنم با هر آن که با آنان دشمنی کند و دوستم با کسی که آنان را دوست بدارد. آنان از منند و من از آنها، پس صلوات و برکات و رحمت و آمرزش و خوشنودی خود را بر آنان قرار ده و هر گونه پلیدی را از آنان دور بدار و آنان را پاک و پاکیزه قرار ده. اینجا از عرش خدا ندا رسید، ای ملائکه من و ای ساکنین آسمان های من،
من آسمان‌های برافراشته و زمین گسترده را نیافریدم. من ماه تابان و خورشید فروزان را نیافریدم. من چرخ گردون، کشتی روان و دریای خروشان را نیافریدم مگر به خاطر دوستی این افرادی که زیر ابا هستند. اینجا جبرئیل سوال کرد: پروردگارا، مگر چه کسانی زیر این ابا هستند؟ و از عرش ندا رسید: اینها خاندان نبوت و معدن رسالتند. اینها فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش و فاطمه و فرزندانش هستند. جبرئیل سوال کرد: پروردگارا، آیا می توانم به زمین فرود آیم و ششمین نفر با آنان باشم؟ و جبرئیل به زمین فرود آمد. سلام بر تو ای رسول خدا، خداوند برتر و والا تو را سلام می رساند و به تحیت و تکریم مخصوص داشته می فرماین: به عزت و جلالم سوگند که من آسمان برافراشته و زمین گسترده و ماه تابان و خورشید درخشان و چرخ گردان و دریای خروشان و کشتی روان را نیافریدم مگر به خاطر شما و دوستی شما، و اینک مرا اجازه داده که با شما درآیم. آیا اجازه می دهی ای رسول خدا؟ و سلام بر تو ای امین وحی خدا، آری تو را اجازه دادم. و جبرئیل این گونه بشارت می دهد آنان را از سوی خداوند، و خدا می خواهد هر گونه پلیدی را از شما خاندان دور نگاه دارد و شما را پاکیزه و منزه نگاه دارد. ای رسول خدا، مرا خبر ده که چه فضیلتی نزد خداوند برای نشستن ما در زیر این عبا هست. سوگند به خدایی که مرا به حق به پیامبری برانگیخته و برای رسالت همراز خود ساخته، این خبر ما در هیچ محفلی از محافل اهل زمین که جمعی از شیعیان و دوستان ما در آن باشند یاد نمی شود جز آن که رحمت الهی بر آنان فرود می آید و فرشتگان گرداگرد آنان جمع می شوند و برای آنان آمرزش می طلبند تا از آن مجلس پراکنده شوند. و پیامبر این گونه بشارت می دهند: یا علی، قسم به خدایی که به حق مرا به پیامبری برگزید و همراز خیش در رسالت ساخت، این خبر ما در هیچ محفلی از محافل اهل زمین که جمعی از شیعیان و دوستان ما در آن باشند یاد نمی شود جز آن که اگر اندوهگینی باشد اندوهش را برطرف می سازد، اگر غم زده ای باشد غمش را می زداید، و اگر حاجتمندی باشد خدا حاجتش را برطرف می کند. و این گونه است که حضرت علی علیه السلام بار دیگر فرمودند: در این صورت به خدا سوگند که ما رستگار و خوشبخت شدیم، و نیز شیعیان ما در دنیا و آخرت رستگار و خوشبخت شدند. به خدای کعبه سوگند. یا علی،